اول می در خیابان‌های لندن داریم راهپیمایی می‌کنیم. این روز داریم گرامی می‌داریم به عنوان روز همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر. امروز در شرایطی جشن اول می رو می‌گیریم که جهان شاهد یه بحران عظیم اقتصادی است، شاهد جنگ‌های ویرانگر است و شاهد فلاکت و بی‌حقوقی زورافزون بر طبقه کارگر، به ویژه ماجرایی که اخیراً در بنگلادش اتفاق افتاد و منجر به مرگ بالغ بر 370 کارگر شد که در واقع محل کار به قتلگاه کارگران تبدیل شده است. امروز ما پلاکاردهایی رو حمل می‌کنیم که در اصل از مطالبات کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری پوشاک در بنگلادش که خواهان محکومیت کمپانی‌های غربی شده، اینا رو با خودمون حمل می‌کنیم. در ایران طبقه کارگر فعالینش و رهبرهای کارگریش در زندان به سر میبرند. پلاکاردهای هم میگویی که از این صحبت میگویی که باید کارگرهای زندانی آزاد بشن. ما پلاکاردهای رو هم میکنیم در ضدیت با دولت آفریقای جنوبی که داره کارگران رو به وحشیانه ترین شیوه قتل عام میکنه، و دوباره اینو یادآوری میکنیم به طبقه کارگر جهانی که باید امروز رو به روز اعتراض علیه بورژوازی که سخیفانه داره طبقه کارگر رو استثمار میکنه، به بردگی موزی ما بیاره، علیه همه اینا ما امروز روز کیفرخواست طبقه کارگر علیه بورژوازی جهانی است. و امروز ما به عنوان بخشی از طبقه کارگر، بخشی از گردانی از طبقه کارگر جهانی، علیه این بربریت افسار گسیخته بورژوازی مبارزه میکنیم. در بریتانیا اوضاع به شدت فلاکت‌بارتر داره میشه. خط خدمات اجتماعی، مسائل بیمه بازنشستگان، ارزم به حضور گرانی روزافزون، ثمار از روزگار طبقه کارگر بریتانیا هم درآورده و هر روزه به صف بیکاران اضافه میشه. امروز ما اینجا به همه این نوع بی‌حقوقی داریم اعتراض میکنیم و کیفرخواست خودمون رو علیه نظام سرمایه‌داری اعلام میکنیم. خوب باشید. اول ماه می رو به طبقه کارگر تو ایران و جهان تبریک میگم. همین که دارم اینه که همین امروز اگر تمام دنیا رو نگاه بکنی که اونا دست طبقه کارگره، اگر میبینی سخنرانی که سخنرانی میکنن تو همین میدانی که الان ما حضور داریم علیه این ریاضت اقتصادین، علیه بحران اقتصادین، علیه بیکاری هستن. پیامی که اول ماه میداد فراتر فارغ از این تظاهرات هایی که تو سراسر دنیا برای اینکه اگه کارگران متحد بشن، اگه متشکل بشن، دنیای بهتری ممکنه. و پیام امروز همین تظاهرات این بود که دنیای بهتری ممکنه و باید متشکل شد، باید متحد شد و حول پرچم سوسیالیسم برای آزادی و برابری، برای حکومت کارگری باید تلاش کرد. پیامی که من امروز گرفتم توی تظاهرات این بود و مطمئنم تو سراسر دنیا امروز این پرچمایی که بلند شده این که دنیای بهتر ممکنه و باید تلاش کرد و این ممکن رو به فعل درآورد. Getting the kids, the parents. حقیقتاً امروز روز جهانی یک می روز جهانی کارگر. قبل از هر چیز به همه کارگران جهان تبریک میگم و این روزیه که برای ما خیلی مهمه. ببینید اینجا تو لندن هر ساله جمعیت بزرگی از کارگران و اتحادیه های کارگری و چپ‌ها اینجا جمع میشن و این روز رو گرامی میدارن. حقیقتاً این روز روز سمبولی که واسه طبقه کارگر، و اما مبارزه طبقه کارگر تنها به این روز ختم نمی شود، ولی این روز روزیه که همه کارگران
جلب جوش و شروع شوق جالبی قرار میگیره. امروز روز جهانی طبقه کارگر است. کارگران سراسر جهان در این روز جشن می‌گیرند و نسبت به سرمایه‌داری اعتراض می‌کنند. در ایران نیز امروز طبقه کارگر نسبت به موقعیتی که توش قرار گرفته، نسبت به فشارهایی که جمهوری اسلامی بهش وارد کرده، نسبت به دستمزدهای زیر پنج برابر زیر خط فقر، نسبت به دستمزدهای عقب افتاده و کلا نسبت به موقعیتی که جامعه را قدم ها عقب رونده، طبقه کارگر ایران قاعدتاً باید اعتراض بکنه و مردم و جامعه را نسبت به این اوضاع با خبر کنه و در این روز باید قطعنامه های در راستای اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و در راستای اینکه موقعیت طبقه کارگر باید نسبت به امروز بسیار بهتر بشه، به جمهوری اسلامی توی قطعنامه های اعتراض بشه و چیزهایی را تصویب بکنن که تو بتونه طبقه کارگر و قدم ها نسبت به موقعیت امروزشون جلو ببره. و کارگران برای این مسئله تو اول ماه مه باید قول و قراراشون رو بذارن، باید متحد بشن و باید پیام این اتحاد رو به کلیه کارگران تو ایران برسونن.